با درود بسیار به همه شما عزیزانم. برنامه من باید این ساعت شروع می شود. با نیم ساعت تاخیر شروع خواهد شد اما آنچه از دیشب تا به حال در منطقه اتفاق افتاد ضرورت داشت که من یک برنامه ویژه داشته باشم به مدت نیم ساعت و ابعاد حملات گسترده به یمن توسط اعتلافی که فعلا از ده کشور تشکیل شده و همینطور واکنش های جمهوری اسلامی و جامعه بین المللی و کشورهای بزرگ جهان مثل ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، روسیه همه اینها رو به هر حال گفتم در قالب یک برنامه ویژه نیم ساعته به اطلاع شما برسانم از سپتامبر گذشته که حوسی ها وارد سنعا شدن و صنعا رو تقریبا تسخیر کردند. پیدا بود که در پس پرده یک همکاری و پیمانی بین علی عبدالله ساله رئیس جمهوری سابق یمن با پرونده 60 میلیارد دلار دزدی و پرونده جنایات بسیار از جمله کشتن برادر فرمانده فعلی حوسی ها یعنی آقای حسین الروسی برادر عبدالمالک حوسی در این ائتلاف اینها بر صنعا مسلط شد گارت های ریاست جمهوری که احمد عبدالله صالح پسر احمد علی عبدالله صالح پسر رئیس جمهوری پیشین فرمانده ایش میکرد به شورشیان پیوستند و همینطور در بسیاری از شهرها سعده گرفته تا بعضی از شهرهای جنوبی استان لحج همینطور تعز و غیره این توطعه از درون و خیانت از داخل ارتش بود که باعث شد حوسی های پا به رهنه بر این نقاط مسلط بشه اشتباهی که جمهوری اسلامی کرد و من از همون زمان مکرر در برنامه هم شنیدید میگفتم یمن گردابی برای جمهوری اسلامی خواهد شد عبدالناصر با پنجاه هزار نیرو با محبوبیتی که میلیون ها میلیون عرب رو عاشق او کرده بود به یمن رفت و سرشکسته از جنگ شش روزه با اسرائیل بیرون اومد با گردن کج در برابر دوربین نشست و گفت گناه شکست رو میپذیر یمن سرزمین ساده نیست از عهد ملکه سبا تا امروز خیلی ها خواستن بر یمن حکومت کنند آقای خامنه ای خود رو با انوشیروان در واقع برابر دانست شاهزاده یمنی سیف ابن زیزن از برابر سپاهیان ابرهه امپراتور حبشه یا اون زمان بهش لقب نجاشی میداد از برابر او گریخت و به ایران پناهنده شد به توصیه بزرگ مهر حکیم صدر اعظم انوشی روان قرار شد زندانی های مزدکی و اون افسران ارتش رو که به مزدکی ها پیوسته بودن به یمن بفرستند. اگر پیروز شدن سکه به نام شاه ایران زده خواهد شد و اگر شکست خوردن از شر مزدکی های شورشی خلاص شد سپاه رفت پیروز شد البته در راه دو سه کشتی غرق شد ولی به هر حال به یمن رسیدند یمن رو متصرف شدند و یادگاری به جا نهادند که تا امروز باقی است اسامی و بعضی از آثار فرهنگ ایرانی و آتشکده هایی که در سر تا سر یمن هست اما آقای خامنه ای انوشیروان نبود آقای قاسم سلیمانی هم سردار وحرز نبود بزرگ مهری هم در دستگاه آقای خامنه ای پیدا نمی شد. ادهی بودن که به او دروغ می گفتند. در یکی از جلسات شورای عالی دفاع به آقای خامنه ای گفته بودن یمن تمام شد. پایتخت چهارم عربی نیز به دست ما افتاد. بوغ را آقای زاکانی به صدا در آورد. بعد از او یکی بعد از دیگری بزرگان جمهوری اسلامی از جمله عاقلترینشان آقای دکتر علی اکبر ولایتی طبیب حضور رهبر و مشاور عالی ایشون و البته رئیس مرکز پجوهش های استراتژیک ایشان همچنین تخیل و تصوری داشتند بلافاصله وقتی حوسی ها بر صنعا مسلط شدن عوامل سپاه را که قبلا دستگیر شده بودند در بیمارستانی که تبدیل به پادگان نظامی شده بود آزاد کردند بلافاصله بعد از آن از راه اریتره شماری از افراد سپاه به یمن رفتن همینطور از راه سلطان نشین اومان تعجب میکنید؟ نه برایتون خواهم گفت به هر روی حمایت های جمهوری اسلامی که قبلا شامل هم حوسی ها میشد و هم علی سالم البیز آخرین رئیس جمهور کمونیست یمن جنوبی بیشتر متوجه حوسی ها شد حالا سفیر جمهوری اسلامی در روم با احمد علی عبدالله صالح پسر رئیس جمهور سابق که برای خریدن ویلا برای پدرش به سوئیس رفته بود ملاقات میکرد. او سفر پنهانی نیز به ایران داشت. و از آن پس جمهوری اسلامی میشد یار و مدافع علی عبدالله صالح مردی که در جبه های جنگ ایران و عراق مثل ملک حسین در پشت توپ گلوله به سوی ایران شلیک میکرد. باری هرچه پیش آمدین جمهوری اسلامی بیشتر در گرداب یمن فرو رفت چند روز قبل بود همینجا گفتم یمن و بحرین از نگاه سهودی ها حیات خلوت امنیت ملیشان است محال است بگذارند در آنجا یک دولت شیعه وابسته به ایران تشکیل شود از با عراق فرق میکند هر تحولی در یمن در طول هشتاد سال گذشته حداقل در ارتباط تنگاتنگ تنگ با سعودی ها بوده است همین علی عبدالله صالح گروهبانی بود که در سفارت یمن در ریاض خدمت میکرد از آنجا سر اطاعت و تبعیت به درگاه سعودی ها سایید و با کمک آنها به قدرت رسید ولی تمرد کرد با صدام هم دست شد در موقعی که صدام کویت را گرفت و بعد به سعودی ها ضربه زد حتی آن انفجاری که توسط داعش آن زمان القاعده صورت گرفت نتوانست او را به خود بیاورد سوخت و از قدرت به ظاهر کناره رفت ولی به قول مرو چارچنگولی به قدرت چسبیده به هر حال بعد از مذاکراتی که انگار از چشم جمهوری اسلامی پنهان ماند شگفتا این همه مراکز استراتژیک این همه مراکز اطلاعات اطلاعات سپاه اطلاعات نیروهای قدس اطلاعات دفتر مقام معظم رهبری انگار همه کور بودند و نمیدیدند برنامه یک لشکرکشی گسترده تدارک دیده می شود. روزی که اردوگان در پی سفر عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر به عربستان سعودی رفت خیلی ها این را ارتباط به تلاش سعودی برای آشتی مصر و ترکیه دادن اما اردوگان رفته بود تا به سعودی ها بگوید در ماجرای یمن همدل و همراه با آنها هست و حتی در ماجرای عراق نیز علاقه من به گسترش نفوذ جمهوری اسلامی نیست بعد از اردوگان باز به صورت نچنجان جنجالی نخست وزیر پاکستان به عربستان سعودی رفت پاکستان ارتباط ویژه‌ای با سعودی ها دارد این ارتباط دیرباز بوده است از بد تشکیل دولت پاکستان نظامیان پاکستانی آموزش شماری از نظامیان سعودی را به عهده داشتند گاهی خلبان های پاکستانی در ارتش سعودی پرواز کردند بنابراین حضور آقای نواز شریف که هم به تسلای پادشاه آمده بود در سوی برادرش ملک عبدالله که در ژانویه گذشته درگذشت اما در پس پرده مسائل دیگری هم مطرح بود باز کسی توجه نکرد ولی ولیعهد سعودی یعنی امیر محمد بن نایف که وزیر کشور هم که هست سفری مخفیانه به مغرب داشت چه میگذرد با مغرب چه می گویم؟ ظهور پادشاه اردن در عربستان نیز سوال برانگیز شد و بعد دیدارهایی که بین او و وزیر دفاع جوان عربستان سعودی صورت گرفت و همینطور ولی ولیت که کار امنیت و تدارک جنگ را بر عهده گرفته بود وزیر دفاع با عمر البشیر رئیس جمهوری سودان نیز ملاقات کرد عمر بشیر بعد از دیدار با عبدالفتاح السیسی و صحبت در رابطه با صدی که اتیوپی بر روی نیل میبندد به عربستان رفت در کنار پادشاه نشست اما دیدارش با وزیر دفاع سوال برانگیز بود چرا ناگهان بشیر تو گویی کسی که خواب نما شده اعلام کرد تمام دفاتر فرهنگی جمهوری اسلامی در سودان تعطیل شد یک بار دیگر نیز این کار را کرده بود اما آقای ظریف ریش گرو گذاشته بود آقای رئیس دفتر آقای خامله آقای محمدی گلپایگانی تلفن مخصوص کرده بودند آقای ولایتی تماس گرفته بود و به هر حال یکی از مراکز فرهنگی دایر شد جایی که پنج هزار دلار به سودانی های فقیر میداد تا شیعه شوند و آشورا زیر پرچم هندی نشان جمهوری اسلامی سینه بزنه آقای عمرالبشیر معروف است باجگیر خوبی است فرصت خوبی پیدا کرد نصایح سیسی را شنید به دستبوسی به ریاض رفت و در آنجا به او وعده کمکهایی داده شد اما هیچ کس باور نمی کرد عمرالبشیر در عملیات نظامی علیه یمن با سعودی ها همراه شد جمهوری اسلامی عملا تشکیل یک جبهه ضد ایرانی را در منطقه تشویق کرد با اداها نمایش های رقص قاسم سلیمانی در میان سربازان شیعه عراقی با نمایشاتی که در بیروت داشتند آقای جنتی وزیر ارشاد از موزه مقاومت جنوب لبنان بازدید می کند و به حسن نصرالله الله وعده می دهد که اسلام ناب به زودی پرچمش را در فلسطین آزاد شده بالا خواهد بود اطوارهایی که با حماس داشتند آقای خالد مشعل به دیدار آقای لاریجانی می رفت که به عنوان رئیس پارلمان ایران به قطر رفته بود نمایشات ادامه داشت در سوریه حزب الله سپاه پاسداران مناطقی را اشغال می و عملا گفته می شد سوریه در اشغال جمهوری اسلامی است و آن وقت اظهاراتی نیز اینجا آنجا می شد من به عنوان یک روزنامه نگار و تحلیلگر از هزاران کیلومتر فاصله پیش می چه اتفاقی بیفتد و همینجا گفتم سعودی ها به یمن حمله خواهند کرد خیلی عجیب بود که جمهوری اسلامی این را در نیافت وحشت زده دیشب از خواب بیدارشون کردن و جلسه ویژه شورای عالی دفاع تشکیل داده لابد امروز هم جلسه ویژه شورای عالی امنیت ملی آقای علایدین بروجردی خط و نشان کشید همه میدانند در افغانستان نیز خط و نشان کشید اما طالبان دیپلمات‌های ایرانی را سر بریدند مزار شریف را گرفتند و زندیاد عبدالعلی مزاری را نیز به وضع فجیعی کشتند آقای علایدین بروجردی فریاد خوب میزند اما مرد عمل نیست به هر حال آیت الله زاده است و از او انتظار بیش از این نمی, نمی خانم مرزی افخم سخنگوی وزارت خارجه تفلک بیشتر باید مواظب این باشد که علا رقم مغنعه چادرش یه وقت از سرش نیفتد. بنابراین حرفای او را باید در این حد تصور کرد که بامدادان کسی به او املا کرده است و او نوشته است نه انشا از آن اوست و نه آنچه میگوید به هر روی واکنش های جمهوری اسلامی در این حد بود است البته آقای دکتر محمد جواد ظریف خواستار فروکش کردن هر زودتر عملیات نظامی شد عملیات نظامی که برای آن تدارک وسیعی دیده شده است و به سخنان آقای ظریف متوقف نمی شود آن روزی که مشفقانی به ولی فقیه آیت الله خامنه ای می گفتن آقا یمن جای ما نیست از جمله همین آقای شمخانی که مجبور شد موضعش را تغییر دهد آقای هاشمی رفسنجانی و میگویند در خفا آقای خاتمی هم به روحانی گفته بود و روحانی هم به رهبر گفته بود ما را به یمن نکشانید کشاندن و نتیجهش را میبینه حالا ماندن این 88 افسر عالی رتبه سپاه قدس را چگونه از یمن خارج کنیم تیم فنی را چگونه بیاوریم موشک هایی را که فرستادیم چ... چگونه بیاوریم خونسا کنیم خاک کنیم شلی کنیم یا برگردانیم فعلا قرار شده از مطابق آخرین تصمیم ها با سلطان نشین عمان که در این لشکرکشی شرکت نکرده است گفتگو کنند از طریق مرزهای یمن و عمان از شمال شرقی یمن بتوانند این افراد و احتمالا موشکا را از یمن خارج کنند در مورد موشکا تردید دارند اما افراد را شاید بتوانند به هر حال راه دریا هنوز در بخشی در دست حوسی هاست و از آن طریق به اریتره می توانند بروند. باری اتفاقی که افتاد دوازده شب دیشب پادشاه سعودی فرمان عملیاتی را داد که به اعتقاد خیلی ها این عملیات گسترده ترین عملیاتی است که ارتش سعودی طی سه دهه اخیر در آن شرکت داشته است یک بار دیگر سعودی ها با حوسی ها درگیر شدند زمانی که حوسی ها وارد خاک سعودی شده بودند اما این بار این عملیات عملیات بسیار گسترده است طوفان قاتل و ده کشوری که در عملیات شرکت دارند سعودی ها با بیش از یکصد هزار نیروی زمینی که در مرزهای یمن مستقر شدن صد هواپیمای جنگی از جمله هواپیماهای های 16 امارات متحده عربی با سی هواپیما کویت و بحرین با 15 هواپیما قطر با ده هواپیما سودان و مغرب با سه هواپیما همینطور اردن با هواپیما و شش هواپیمای نظامی در این عملیات شرکت دارند مصر چهار ناو خود را به صورت آماده باش در آورده است که هم باب المندب را حمایت کند هم دریای سرخ را حضور پاکستان هم جالب است دو ناو پاکستان در منطقه داشت برای مقابله با راهزنان دریایی در منطقه سومالی اما حالا این دو ناو معمور شدند که بندر عدن و سایر بنادر عدن را به روی کشتی های غیر از جمله کشتی هایی که پرچم جمهوری اسلامی را حمل می کنند ببندند. آسمان یمن هم از سوی هواپیماهای جنگنده بسته شده است. بنابراین جمهوری اسلامی نمیتواند دوباره ماهان ال را پر بار کند و برای یمنی ها بفرستد و ادعا کند دارو فرستادیم. تو گویی یمن محتاج دارو بود. خب ای کاش دارو میفرستادن اما دارو نفرستادن کارشناس و مواد منفجره گوین که در یمن آنقدر اسلحه هست که نیاز چندانی هم به سلاحهای ایران نیست عملیاتی که از نخستین لحظات بامداد شروع شد مناطق وسیعی در یمن رو در بر گرفت در خود صنعا فرودگاه صنعا در واقع از کار افتاد چهار هواپیما جنگنده در هم شکسته شدن موشک سام موشکای سام دو ضد هوایی این موشکا از کار افتادن باتری های اونها تمام از بین رفت پایگاه دیلمی هم اینطور جایی که حوسی ها تدارک بسیار دیده بودن حتی در این چند روز گفته میشد هواپیما های یمن رو خلبانان ایرانی به پرواز در آوردن البته این خبر هنوز تایید نشده چندان عملیاتی نیز در مناطق وسط یمن انجام گرفت به حال الان دریا بسته شده یعنی راهی حوسی ها به دریا نداره آسمان هم بسته شد پس از به پرواز در آوردن هواپیماها منع شدن هواپیماهایی که چند ساعت قبل از شروع حمله سعودی ها کاخ ریاست جمهوری در عدن را بمباران کرد حوسی ها بامدادان به فرودگاه عدن هم حمله کردند و امیدوار بودند با گرفتن فرودگاه و بستن راه دریا بتوانند رئیس جمهوری قانونی کشور آقای عبدالرب هادی منصور رو دستگیر کنند اما در این هم شکست خوردند گزارش هم که مرتب از خبرگزاری فارس خبرگزاری تسلیم وابسته به سپاه پاسداران و دیگر خبرگزاری های جمهوری اسلامی مبنی بر فرار رئیس جمهوری منتشر می شد، یکی بعد از دیگری تکذیب شد شگفتان که این عملیات موجی از شادمانی در میان توده های عرب ایجاد کرد همه متهم می کردن سعودی ها مصری ها و دیگر کشورهای عربی رو به سستی و عقب نشینی در برابر جمهوری اسلامی این بار انگار همه خوشحال شدند که هنوز همیت و غیرتی باقی است رژیم جمهوری اسلامی با ماجراجویی خود در یمن مصالح عالیه ایران را به خطر انداخت آقای خامنه ای هرگز در جای انوشیروان نخواهد نشست انوشیروان آدمی نبود که بین اطباع کشورش تفاوت قائل شود آقای خامنه ای همچنان خطکشی های خود را دارد در این حال شعار اینها شعار ملی نیست حرفی از ایران در میان نبوده این آخری ها آقای یونسی کلامی گفت که همه توی دهانش زدن و خواستار محاکمه شدن. چون در سخنان او وزده کلام ملی سنگینتر از اسلامی بود بر روی داستان یمن به همین جا خاتمه نخواهد یافت اتحادیه عرب عملیات را تایید کرد وزرای خارجه عرب در شرم و شیخ پیشاپیش نشست سران عرب که قرار است روز شنبه برگزار شود از این عملیات پشتیبانی کرد ایالات متحده ضمن پشتیبانی اعلام کرد که از نظر لوجستیک و اطلاعات نیروهای سعودی و متحدانش رو حمایت میکنه بریتانیا و فرانسه نیز موضعی چنین گرفتند همینطور ترکیه و همه اینها نشان دهنده این است که این عملیات با برنامه ریزی کامل صورت گرفته صحبت از این است که وزیر دفاع سعودی و همینطور امیر محمد بن نایب ولی ولیعه با امریکایی‌ها مذاکرات مفصلی داشتند و آنها را نسبت به این امر قانع کردن بنابراین این عملیات بدون برنامه‌ریزی صورت گرفت. در اینجا وزیر دفاع سعودی را میبینید که در ستاد مشترک از طریق تلویزیون های بزرگ با فرماندهان نظامی در تماس است. دیشب دخا سرتی پرواز نظامی بر فراز یمن صورت گرفت و مناطق وسیع بمباران شدند. حوسی ها گفتند تعدادی از غیر نظامیان کشته شدند. ولی تا لحظه که من خدمتون هستم عبدالخالق قلحوسی یوسف المدانی الفیشی از رهبران اوسیا کشته شدن همینطور محمد علی الحوسی که عبدالمالک به عنوان رئیس دولت انقلابی انتخاب کرده بود مجروح شد این نشون میده که همکاری اطلاعاتی بین آمریکا و سعودی ها بسیار دقیق بوده و همینطور افرادی که بر زمین دارن اطلاعات دقیقی میدادند که موشکای اونا درست به جایی اصابت کرده که فرماندهان حوسی حضور داشتند. این باعث نگرانی سپاهه چون افرادش اونجا گیر افتادن الان در صنعا در سعده و در لحج در جاهای دیگه گیر و برای نجات اونا سپاه ناچاره که یک عملیات ویژه‌ای رو تدارک ببین در طول یکی دو روز آینده به نظر من این عملیات حوسی ها رو در هم خواهد شکست به این معنا که الان فرار شروع شده حوسی ها خودشون قادر نبودن از استان خودشون سعده بیرون بیان این علی صالح بود که وابستگان خود رو در ارتش یمن بسیج کرد به خصوص گارد ریاست جمهوری که به یاری حوسی ها برن با کمک اونا بود که تونستن جلو بیان و هیچ مقاومتی در برابر اونا هم نشد برابر این الان شاهد فرار سربازان یمنی هستیم پادگان ها به محض اینکه مورد حمله قرار می گیرند سربازان اسلحهشون رو میگذارند و می گریزند. و طبیعتا حوسی ها 3000 3500 نفرشون آموزش های مقدماتی در ایران توسط سپاه دیدن یا در اریتره هنوز آمادگی رویارویی با یک ارتش منظم رو ندارن بسیج 100 هزار نیروی زمینی به نظر من مقدمه است برای اینکه سعودی ها وارد یمن بشن و مطمئن بشن مرزهاشون دیگه به خطر نمیفته یک منطقه هایل ایجاد بکنن در داخل یمن و در سرزمین خودشون متحدان گسترده هم در یمن دارن و احزابی که پیمان با سعودی ها دارند و از دولت رئیس جمهوری قانونی یمن حمایت میکنه همونطور که گفتم از سپتامبر گذشته من انتظار چین روزی رو داشتم چون میدونستم یک نق... بحرین یادتونه به محض اینکه بحرین کار به اونجا رسید که کل نظام به خطر افتاد شورای همکاری های خلیج فارس تصمیمی گرفت هزار تن از نیروهای سعودی وارد بحرین شدن امارات نیروهای پلیس فرستاد اه... م... کویت نیروی دریایی فرستاد و به یاری بحرین رفتن تا از سقوط بحرین جلوگیری کنه یمن هم درست همون جوری قطر هم همون کویت هم همون جوری یادتونه صدام کویت رو گرفت سعودی ها برای اولین بار در تاریخشون خاکشون رو به روی ارتش آمریکا به 50 کشور دیگر باز کردن در این موارد یعنی جاهایی که حیات خلوت همین احساس است همونطور که افغانستان حیات خلوت ماست همونطور که آذربایجان ترکمنستان عراق فردا اگر کشوری بیگانه بیاد در آذربایجان مستقر بشه و یه حکومت ضد ایرانی در اونجا ایجاد بکنه که بیاد لب مرز ما هم شروع کنه نمایش عضلات دادن ما دست روی دست خواهیم گذاشت بدون شک نه اونهایی که به مسلحت ایران به تمامیت ارزی ایران به حاکمیت ایران می اندیشن این نوع, این رو هرگز تایید نمی کنه و شگفت ها. آقای خامنه ای در 25 سال ولایتش اشتباه پشت اشتباه اون پرونده اتمی و این ماجرای یمن در لبنان و سوریه هم خواهیم دید خسرت دنیا و آخرت چه کسانی خواهند بود تشکر میکنم از توجه ویژتون به این برنامه در خبر و گزارش های خبری اخبار یمن دنبال میشه و امیدوارم که ما بتونیم آخرین و دقیق ترین خبرها رو با توجه به امکاناتمون به موقع به اطلاع شما برسانیم بدرود تا بعد